کنفرانس بین‌المللی ژنو برای کمک به افغانستان. جامعه جهانی تعهد داده بیش از 12 میلیارد دلار در 4 سال آینده بپردازد. منو میزد، یه خانومی اومد، یکی خانومای ایرانی اومد که نذاره منو بزنن، ازم دفاع کنه، بعد اونم شروع کردن بزدن. رویاهایی که به کابوس بدل شد. گزارشی از بدرفتاری پلیس کرواسی با ده‌ها پناهجوی ایرانی و افغان. گربه خوش صدا منه، اینه که خوب ساز میزنه. درینگ درینگ درینگ. گربه خوش صدا منه، ببین چه خوب ساز میزنه. و در گذشته کامبوزیا پرتوی، فیلمساز نامدار سینمای کودک ایران و خالق فیلم‌های گلنار و گربه آوازخوان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. هفته گذشته و در پایان نشست دو روزه ژنو برای کمک به افغانستان، کشورهای شرکت کننده متعهد شدند که در 4 سال آینده بیش از 12 میلیارد دلار به این کشور کمک کنند. در شرایطی که بحران کرونا در جهان فراگیر شده و افغانستان همچنان گرفتار فساد و ناآرامی است، این مبلغ با وجود کاهش در مقایسه با 4 سال پیش همچنان بیشتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده. در جلسه هفته گذشته، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان از جمله وزرای خارجه ایران و پاکستان سخنرانی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فؤاد مسیحا. حمایت کامل اما مشروط جامعه جهانی از افغانستان. کنفرانس دو روزه ژنو با وعده بیش از 12 میلیارد دلار کمک در 4 سال آینده به پایان رسید. وعده حیاتی برای افغان‌ها در روزهایی پر از بیم و امید و چشم‌انداز مبهم جنگ و صلح. اما شرکت کنندگان نشست تأکید کردند که این کمک‌ها منوط به شرایطی است، از جمله حکومتداری فراگیر و شفاف در افغانستان، تعهد دولت به روند صلح، حمایت از حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها و مبارزه واقعی با فساد و تولید مواد مخدر. دولت افغانستان هم باید وظیفه خودش را برای ایجاد ثبات در کشور انجام دهد. دقیقاً همان چیزی که مردم این کشور می‌خواهند. منظورم چیزهایی مثل تلاش‌های اقتصادی است، مبارزه واقعی با فساد، از جمله تولید مواد مخدر و اعتیاد، احترام به حقوق بشر، از جمله آزادی‌های مذهبی و زمینه‌سازی برای بخش خصوصی. می‌خواهم واضح بگویم موضع شما درباره تلاش‌های صلح بر تعهدات آینده جامعه جهانی تأثیر می‌گذارد. کنفرانس ژنو در حالی برگزار شد که از یک طرف گروه‌های مسلح با افزایش حملاتشان به اهداف شهری جنگ را تا مرکز افغانستان کشاندند و از طرف دیگر خبرهای دلگرم کننده ای از دوحه درباره خروج مذاکرات صلح از بن‌بست به گوش می‌رسد. صلح و پایان جنگ محور اصلی در صحبت همه شرکت کنندگان بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که مانند خیلی از مهمانان دیگر به صورت مجازی در این نشست شرکت کرده بود، بیشتر سخنانش را به دفاع از تلاش‌های دولتش در جهت صلح اختصاص داد. از جمله درباره آزاد کردن بیش از 5000 زندانی عضو طالبان که به گفته او بسیاری از آنها مرتکب جرایم جدی شده بودند. علاوه بر آن، حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته که به گفته او قربانی‌های زیادی برای آن داده شده. مهمترین خواسته افغان‌ها چیست؟ صلح. ما یعنی مردم و دولت افغانستان و جامعه جهانی بر سر افغانستانی مستقل، متحد و دموکراتیک توافق داریم. افغانستانی که با خودش، منطقه و جهان در صلح باشد، قادر به حفظ و گسترش دستاوردهای دو دهه گذشته باشد. اینها نه تنها مهمترین بخش‌های مذاکرات با طالبان است، بلکه مهمترین بخش تلاش‌های ما در داخل دولت هم هست. درخواست آتش‌بس فوری و کاهش خشونت‌ها از دیگر مواردی بود که شرکت کنندگان بر آن تأکید کردند. نگرانی که به نظر می‌رسد در کنار ادامه بی‌ثباتی سیاسی و شیوع ویروس کرونا، بعضی از کشورها را در میزان کمک به افغانستان مردد کرده است. پیشتر هم پیش‌بینی شده بود که مقدار تعهد جامعه جهانی در این نشست نسبت به نشست 4 سال پیش به مراتب کمتر باشد. با این حال، تجدید حمایت معنوی و مالی جهان از افغانستان
برای بسیاری از افغان‌ها می‌تواند خبر خوبی باشد. مردمی خسته از جنگی طولانی که نگرانیشان از فساد در کشور کمتر از همکاران بین‌المللی افغانستان نیست. فؤاد مسیحا، بی بی سی. بی بی سی فارسی با ده ها پناهجوی ایرانی و افغان صحبت کرده که میگویند پلیس کرواسی نه تنها کتکشان زده، بلکه موبایل و پولشان را هم گرفته و بعد به بوسنی برشان گردانده. پس فرستادن پناهجویان از مرز خلاف قوانین اتحادیه اروپا است. پرهام قبادی با عده‌ای از آنها صحبت کرده. بعضی از آنها به مقصد رسیدند، اما آثار ضرب و جرح بر جسم و جانشان هست. گزارش را ببینیم با این هشدار که بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است برای بعضی از بیرندگان آزاردهنده باشد. بدنهای سیاه و کبود مهاجران ایرانی و افغان، صورت ورم کرده از کتک، میگویند بلایی است که پلیس کرواسی سرشان آورده. عکس هایی که به دست ما رسیده جای ضربات باتوم را روی بدنهایشان نشان می‌دهد. و عکسی که چند ماه پیش انتشارش در رسانه ها جنجال آفرید. این پاهای رویاست، یک پناهجوی ایرانی بعد از ضرب و جرح پلیس کرواسی. رویا حالا با قایق به بریتانیا رسیده، با گذر از کانال مانش. به دیدن او رفتم بیرون اقامتگاهی که در لندن مستقر است. هنوز بعد از 5 ماه لنگ لنگان راه می رود و دستش در آتل است. ما تو کلبه بودیم، تقریبا فکر کنم نصف شب بود، پلیس ریخ ما رو گرفت. همین هن یه پسر 17-18 ساله با همون ترسید، اومد فرار کنه چون تمام روبنده داشتن و ما متوجه نیم، فقط دو تا چشم می دیدیم. این پسر بچه ترسید، اومد فرار کنه، پلیس گرفت، شروع کرد کتک زدن. من رفتم جلو گفتم این بچه است، برای چی میزنین؟ شروع کردن منم بزدن. بعد و اینکه با کتکی که زدن دست راستم قسمت آرنج عیب دیده و پای چپ هم از قسمت زانو الان قفل میکنه به مشکل خورده. پسری که رویا از او صحبت میکند نامش دانیال است، جوانی که در مسیر پناهجویی 18 سالش شد. در کرواسی با هم کتک خوردند و از فرانسه با هم سوار قایق شدند تا به بریتانیا برسند. دانیال حالا در اقامتگاهی در محله دیگری از لندن است. منو میزد، یه خانومی اومد، یکی از خانومای ایرانی اومد که نذاره منو بزنن، ازم دفاع کنه، بعد اونم شروع کردن بزدن. اون یکی خانومم این صحنه رو دید، از حال رفت، حالش هم خیلی بد بود، بعد باردارم بود، حال از حال رفت و سوار ماشینمون کردن. در مسیر پناهجویی اعضای خانواده دانیال در کشورهای مختلف گیر افتادند. مادرم من داخل ترکیه است، اون گیر کرده تو ترکیه و کار سیاه و این چیزا. بعد برادرم داخل یونانه. اما پناهجویان زیادی شانس رویا و دانیال را نداشتند. نه تنها کتک خوردند، بلکه آنها را به بوسنی برگرداندند. یکی از آنها این زن 39 ساله ایرانی است. حتی در کشور کرواسی به علت بیماری که داشتن در بیمارستان بستری شدم و در آخر با بدترین شکل منو دیپورت کردن و پول و گوشی رو از من گرفتن. با الفاظ رکیک به من گفتن گم شو ایرانی تروریست، گم شو. چندین پناهجوی دیگر روایت های خود را برای ما فرستادند. 15 ساله، 44 ساله از ایران، 39 سالمه، ایرانی ام، پناهنده ایرانی هستم، 50 ساله از ایران، 26 سالمه. از برخورد پلیس کرواسی و استردادشان به بوسنی میگویند. بعد از من پرسیدن که شما افغانی هستی یا ایرانی، ما گفتیم ما افغانیم، گفت نه شما ایرانی. بعد گوشیامونو، وسایلمون، حتی وسایل شخصیمونو، همه چیزمونو گرفت، در بدترین شرایط ما رو دیپورت کرد. پناهجویان به ما گفتند وقتی گیر پلیس کرواسی میافتند نه تنها کتک میخورند، بلکه پول و موبایل هایشان را هم از آنها میگیرند. ولی پلیس کرواسی هر دفعه که رفتم کتکم زده، لباسام گرفته، گوشیم، پولم، اینا هر دفعه که رفتم. الان خیلی وقت تقریبا اینجا هستم، هر سری که رفتم لختم کرده فرسی. انسان ها رو داره اونجا میزنه و جایی دیپورت میکنه که تا اولین روستا حداقل باید 30 الی 40 کیلومتر پیاده روی کنی. برخی خانواده اند، همراه با زن مریض و کودک خردسال. ما رو مورد ضرب و شتم قرار داد، جایی که دیپورت شدیم برگشتیم
خانمم خیلی بدحال بود، خانمم مجبورن به بیمارستان داخل سارایوو انتقال دادن، بچه‌مون از دست دادیم، خانمم کورتاژ شد. دو تا بچه ریزم همرامه زیر سنم هستن. بعضی تجربه ده ها بار تلاش ناموفق برای گذر از مرز را دارند. حدود 18 ماه تو خاک بوسنی هستم و بیش از 35 بار گیم زدم. امیر در کرواسی از دره به پایین پرت شده. کشور کرواسی میگوید بعد از بستری شدن در بیمارستان، کرواسی او را به بوسنی استرداد کرده. در درون دره افتادم و کمرم آسیب دید. مدت یک روز در بیمارستان در کرواسی بستری بودم. اونجا درخواست دادم برای اینکه بمانم در اون کشور، چون جزء اتحادیه بود، درخواست پناهندگی دادم. اما پلیس متاسفانه به درخواست من توجه نکرد و منو در جنگل‌های اطراف کشور بوسنی دیپورت کرد. در حالتی که تنها بودم، هیچ وسیله ای نداشتم، همه وسایل منو گرفته بود، موبایل منو گرفتن و حتی اسپری تنفسی منو گرفتن چون من مشکل آسم داشتم. وزارت کشور کرواسی که به پلیس این کشور نظارت میکند، درخواست ما را برای مصاحبه رد کرد و بیانیه مطبوعاتی که منتشر کرده بود را برای ما فرستاد. پلیس کرواسی مطابق وظایف قانونیش در تأمین امنیت و آرامش برای شهروندان از مرزهای این کشور در برابر مهاجرت و اقدامات غیرقانونی محافظت میکند. به اطلاع عموم مردم کرواسی میرسانیم که ما با دومین موج از اتهامهای بی اساس علیه پلیس کرواسی روبرو شده ایم. از زمان انتشار این ویدیو در روز چهارشنبه، کرواسی دوباره زیر باد انتقاد است. ویدیویی که چهار مأمور کروات را نشان می‌دهد در آن سوی مرز و گفته می‌شود این پناهجویان را زده‌اند. کرواسی می‌داند که این گزارش‌ها می‌تواند الحاقش به پیمان شنگن را به خطر بیندازد. ویدیو را بررسی کردیم و تخلف‌هایی در اون دیدیم که شما هم متوجه شدید. اما افرادی مثل اینها از مرز قانونی وارد نمیشن و جز پناهجویانی که در خطر باشن نیستن. اکثرشون مرد بدون خانواده‌اند که از طریق جابجایی سازمان یافته از بوسنی میان. کرواسی یکی از کشورهای یوگسلاوی سابق است در منطقه بالکان. پناهجویان تلاش می‌کنند پیاده و از راه جنگل خود را از طریق بوسنی و هرزگوین به این کشور برسانند که جزو اتحادیه اروپا است، اما نه برای ماندن بلکه برای گذر و رسیدن به اروپای غربی از طریق اسلوونی، اتریش و سپس آلمان. طبق قوانین اتحادیه اروپا، هر متقاضی پناهندگی باید فرصت داشته باشد تا دلایل تقاضایش را ارائه دهد و بازگرداندن به این شکل غیرقانونی است. یک نهاد حقوق بشری موفق شده با جاسازی دوربین در جنگل‌ها این فیلم را از برخورد پلیس کرواسی با پناهجویان بگیرد. اینجا بازداشتگاه کرواسیه. فیلم دیگری که این نهاد در اختیار ما گذاشته، پناهجویان ایرانی را در بازداشت نشان می‌دهد که از سرما و وضعیت نامناسب بهداشتی شکایت دارند. بچه‌ها حالش خوب نیست. داره گریه می‌کنه، در رو شو نمی‌کنه. دست رو می‌کنه، دست رو بیاره رو. برای همین است که برخی بیشتر خطر می کند، مثل اینجا که پناهجوی زیر کامیون پنهان شده. گفته می شود منطقه بالکان است، اما ما نمی توانیم مستقلا زمان و مکان آن را تایید کنیم. رویا و دانیال با اینکه به بریتانیا رسیدند، هر دو نامه استرداد به کرواسی را دریافت کردند. یک ماه نشده که به مقصدشان رسیدند و دوباره استراب جا به جایی و برگشت به عقب. من واقعا میترسم برگشت به کرواسی. فکر کردن به برگشت کرواسی واقعا برای من یک بزرگترین کابوس تبدیل شده. دلهره از بازگشت به کابوسی که یک بار زیستند. پرهام قبادی، بی بی سی. هفته گذشته افزایش شدید مرغ در ایران باعث تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ به قیمت دولتی شد. مرغداران می‌گویند بالا رفتن قیمت خوراک دام و نایاب شدن آن هزینه تولید را به شدت افزایش داده. وزارت جهاد کشاورزی گفته که روزانه 300 تن مرغ را به قیمت کیلویی 15000 تا 18500 تومان توزیع می‌کند. این در حالی است که مرغ در بازار آزاد کیلویی 35000 تومان یا حتی بیشتر فروخته می‌شود. جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. کسی شیوع ویروس مرگبار کرونا یادش نرفته و
ولی اینجا مرغ را کیلویی 18500 تومان می‌فروشند. توزیع مرغ بین مردم تو این وضعیت کرونا نه صفی رعایت می‌کنند نه ازدحام جمعیت و صف‌های طولانی در گوشه و کنار کشور به خاطر این است که خیلی ها وسعشان به خرید از بازار آزاد نمی‌رسد. قیمت مرغ از 40000 تومان بالاتر رفته. 40500 و 40000 تومان من مشاهده کردم. برای منی که کارگر روزمزد هستم الان چند روز بیکار شدم دیگه واویلی و مکافات. در ماه‌های اخیر گرانی، نایاب شدن و ایجاد بازار سیاه برای خوراک مرغ باعث افزایش شدید قیمت تخم مرغ و سپس گوشت مرغ شد. مرغداران میگویند چاره ای جز گران کردن ندارند. این انبار من الان حداقل باید 100 تن ذرت توش باشه. دارم با نیسان روزی 2 تن ذرت میارم. اینم قسمت سویا انبار منه. یه سویا خریدم، چند مدل سویا قاطیه و متاسفانه نصفش خاکستر خاک. متاسفانه به علت بیکیفیت بودن دونها و نرسیدن به موقع دام به مرغداری ها، مرغ من با وجود 53-54 روز سن هنوز به وزن مطلوب نرسیده، در صورتی که این 10 روز پیش باید به کشتارگاه ارسال میشد. وزارت صنعت معدن و تجارت میگوید واردات خوراک دام را سرعت داده و مقصر گرانی وزارتخانه دیگری است. انواع نهادها را الان 800000 تن در حال ترخیص بوده، از 1.5 میلیون تن ذرت انجام شده. اینو تعبیر جهاد میدیم، جهاد باید مسئول این کار انجام بده، ضمن که ما کمک میکنیم. ما در حوزه تنظیم بازار دنبال متعادل کردن قیمت ها هستیم. وزارت جهاد کشاورزی هم میگوید قیمت ها به زودی پایین میآید. با توجه به اینکه شرکت پشتیبانی ذخایر بسیار خوبی رو داره و هیچ محدودیتی رو در بحث توزیع مرغ نداریم، ما مطمئن هستیم با این طرحی که شروع شده در روزهای آتی قیمت کاهش پیدا کنه. ولی برای خیلی از مردم مسئله فقط گرانی مرغ نیست. یک روز مرغ، یک روز گوشت، یک روز تخم مرغ، ما میتونیم مایحتاج 10 روزمون رو با این حقوق ها بخریم. برای 20 روز ما بقی چی کار کنیم؟ آیا ما به جز خوراکی به چیزهای دیگه نیاز نداریم؟ مسائل بهداشتی، درمانی، پوشاک، مسکن، اینها رو باید با چی پرداخت بکنیم؟ بهرنگ تاجدین، BBC. هفته گذشته نشست سران 20 کشور ثروتمند جهان با بیانیه‌ای که پادشاه عربستان سعودی قرائت کرد به پایان رسید. قرار بود این نشست در پایتخت عربستان برگزار شود، اما شیوع ویروس کرونا باعث شد تا از راه دور و مجازی انجام شود. در بیانیه پایانی نشست که ملک سلمان خواند، کشورهای گروه 20 تعهد کردند که تلاش کنند تا واکسن کرونا بدون تبعیض در دسترس همه مردم جهان قرار بگیرد. جزئیات بیشتر از مهرداد فرهمند. جشنی که عربستان گرفته برای مهمانانی است که نیامدند تا ببینند این کشور به سوی چه تغییراتی گام برمی‌دارد. لأن المحلول الرئيسيه محور رئيسيه. میزبان محروم از مهمان که شایع است آلزایمر دارد، نطقش را از راه دور با حضور پسرش کرد که همه کاره مملکت است. دونالد ترامپ پس از همین نطق خودش هم نطقی کرد و رفت تا گلف بازی کند. در همه ساعاتی که رهبران ثروتمندترین کشورهای جهان درباره مبارزه با کرونا و واکسن رساندن به کشورهای فقیر بحث می‌کردند، رئیس جمهور ایالات متحده مشغول بازی بود. درباره موضوع بحث در نشست گروه 20 نه خودش توییتی کرد نه دولت مردانش حرفی زدند. دونالد ترامپ در نطق خود اشاره کرد که همچنان رئیس جمهور باقی خواهد ماند، اما یاران نزدیکش در عربستان خود را برای همکاری با جانشین ترامپ آماده می کنند. We don't see any indications that there is any threat to regional security during the transitional period. ما هیچ نشانه‌ای نمی‌بینیم که در دوران انتقال قدرت در آمریکا خطری منطقه ما را تهدید کند. مطمئنیم که دولت بایدن سیاست‌هایی را دنبال خواهد کرد که به نفع ثبات منطقه باشه. به محض اینکه دولت بایدن کارش رو شروع بکنه، در این باره باهاش گفتگو می‌کنیم.
رهبران کشورهای ثروتمند جهان در نطق‌های خود هیچ اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر در عربستان نکردند. وزیر سرمایه‌گذاری عربستان هم در نطقی از غربی‌ها انتقاد کرد که چرا باید به خاطر قتل جمال قاشقچی از سرمایه‌گذاری در کشورش رو برگردانند. گفت مگر سرمایه‌گذارها روزنامه‌نگارند؟ رساندن واکسن به همه جهانیان بدون تبعیض میان فقیر و غنی محور اصلی گفتگوهای نشست مجازی گروه 20 بود. تعهد کردند که واکسن به همه به موقع برسد. به کشورهای بدهکار فرجه دادند که تا تابستان آینده نگران بازپرداخت بدهیشان نباشند. مرتاد فرهمند، بی بی سی. کامبوجیا پرتوی، کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی به دلیل ابتلا به کرونا در 65 سالگی درگذشت. آقای پرتوی به گفته نزدیکانش برای عمل جراحی قلب به بیمارستان مراجعه کرده بود، اما به بیماری کووید 19 مبتلا شد و از دنیا رفت. یکی از آثار او فیلم گلنار بود، اولین موزیکال کودکان در دهه 1360 در ایران. او به خاطر فیلمنامه‌های کافه ترانزیت و من ترانه 15 سال دارم هم سیمرغ بلورین گرفته بود. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. با کلی طرح نساخته و چیز نکرده به من آدم خیلی حسرت باره. مردی میگوید با چند کار نیمه تمام مردن حسرت بار است که کارنامه‌ای پر و پیمان از فیلمسازی و فیلمنامه نویسی دارد و ده‌ها جایزه داخلی و بین المللی برای آثارش گرفته. کامبوزیا پرتوی را می توان یکی از پرکارترین های سینمای ایران دانست. کارگردانی اجتماعی که آثارش برای نسلی خاطر ساز بود. یکی از مهمترین دغدغه هایش کودکان سرزمینش بود. گلنار در آخرین سال جنگ ایران و عراق به نمایش درآمد. فیلمی که خودش گفت برای بچه‌های جنگ ساخته. کودکانی که هیچ تفریح دیگری نداشتند. کامبوزیا پرتوی با گلنار رقص و آهنگ و رنگ و شادی را برای کودکان روی پرده برد. گربه خوش صدا بلا دو سال بعد فیلم عروسکی گربه آوازخان را ساخت که آن هم مانند گلنار برای بسیاری خاطر انگیز است. او فقط کارگردان موفقی نبود. در بین سینماگران فیلمنام نویس قهاری هم به شمار می رفت. هم فیلمنام نویسی تدریس می کرد و هم کارنامه درخشانی در فیلمنام نویسی داشت، از جمله مجموعه تلویزیونی گل پامچال که از سریال های محبوب دهه 70 بود. گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیا، بیرون بیا، فصل بهاره، عزیز مومن کاره. راستی بابا، موامو کوتاه کردم، خواهی ببینی؟ تا اینجا. در سال 80 هم برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه شد برای فیلم من ترانه 15 سال دارم. فیلمی تاثیرگذار که به فقر و تبعیض کودکان به ویژه دختران می پرداخت. کم حرف پشته. یا هرچی راننده تو جاده است یه راست 15 تا قهوخانه را رد بدم بیان تو قهوخانه تو. همشنم راننده بیابون. چند سال بعد فیلم تاثیرگذار دیگری به نام کافه ترانزیت را ساخت. این فیلم از آخرین فیلم‌های او بود که مورد تحسین و تمجید زیادی قرار گرفت و بار دیگر سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه نویسی را برای این فیلم از آن خود کرد. 7 سال پیش با جعفر پناهی فیلم پرده را ساخت که در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد و خرس نقره بهترین فیلمنامه برای این فیلم به جعفر پناهی اعطا شد. کامبوزیا پرتوی که در جشنواره حاضر بود به جای آقای پناهی این جایزه را دریافت کرد. در بازگشت از این سفر گذرنامه آقای پرتوی در فرودگاه تهران توقیف شد. حدود 1 ماه پیش و در 33 جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان برایش مراسم بزرگداشتی گرفتند. در دنیای سینمای ایران اگر دنبال قصه نویس بگردیم، کسی بر فنون داستان سرایی چنان مسلط باشد که بتواند ما را پای
پرده نقره‌ای سینما نگه دارد، یکی از شاخص‌ترینشان بیشک کامبوزیا پرتوی است. رد پای این قصه نویس آوازخوان سینمای ایران را در همه جای سینمای ایران میتوان دید، از فیلم‌های جشنواره‌ای تا فیلم‌های پرمخاطب. اما او بیشک با سینمای کودک بود که شروع کرد و با همین سینما بود که به اوج و بالندگی حرفه‌ای خود رسید. مسائل اجتماعی از جمله مشکلات زنان و کودکان، تبعیض، فقر، جنگ و مهاجرت از موضوعاتی بود که در آثار کامبوزیا پرتوی نقش پررنگی داشت و از دغدغه هایش بود. نه خب من خیلی کار دارم بکنم، این ناراحتم میکنه. این چند تا کار دارم که دلم بخواد واقعا کار میکنم. بعدش اتفاقی گفتن چند تا فیلم و فیلمامو اینا. اما کرونا فرصتی به او نداد که آرزوهایش روی کاغذ و یا پرده نقره‌ای برود. مریم افشنگ، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.